تو تاریخ ایران چهره ها و نام های زیادی تو عرصه های مختلف دینی و سیاسی و فرهنگی و علمی وجود داره که با وجود اینکه اسمشون توی تاریخ ثبت شده، اما به علت عدم ازدواج نسلشون منقطع و هیچ فرزند و نشانه ای ازشون به یادگار باقی نمونده. این بار به سراغ بعضی از این چهره ها رفتیم و اونا رو میخواییم برای شما معرفی کنیم. اما قبل از اون خوشحال میشیم تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و حتما عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سید جمال الدین اسدآبادی همدانی از بزرگترین بیدادگرایان تو جهان اسلام بود که بعد از گذشت نزدیک به 115 سال از مرگ ایشون توی زندان حکومت عثمانی، هنوز که هنوز اسمشون زنده است و افکارشون جاوید. این مجاهد بزرگ تو طول زندگیش شاگردان بسیاری رو پرورش داد، ولی به دلیل عدم تشکیل خانواده و ازدواج نکردن فرزند و یادگاری از خودشون به جای نذاشتن. شهید مرتضی مطهری در مورد سید جمال الدین اسدآبادی اینجوری میگن: سید جمال هر کار ممکنی رو انجام داد برای درمان دردهای جامعه، مثل مسافرت‌ها و تماس‌ها و سخنرانی‌ها، نشر کتاب و مجلات، تشکیل حزب و جمعیت و حتی ورود و خدمت توی ارتش. تو عمر 60 ساله خودشون ازدواج نکردن و تشکیل عائله ندادن، چون با وضع غیر ثابتی که داشتن و هر زمانی تو هر کشوری که به سر می بردن و گاهی هم توی تحصن و تبعید و یا تحت نظر بودن، نمی تونستن مسئولیت تشکیل خانواده رو به عهده بگیرن. فرخی یزدی. محمد فرخی یزدی، شاعر مبارز معاصر، در سال 1267 شمسی توی یزد به دنیا اومد. فرخی از همون کودکی رنج و سختی رو حس کرد و از نزدیک سختی و رنج اطرافیان خودش رو دید و بر اثر این رنج ها بودش که روحیه انقلابی توش پدیدار شد و چون ذوق سرشاری به شعر داشت، افکار انقلابی خودش رو به نظم کشید. فرخی در اوایل پیدایش مشروطیت و تشکیل حزب دموکرات ایران از دموکرات خواهان یزد بود و در نتیجه سرودن اشعار انقلابی، حاکم یزد دستور داد دهانش رو با نخ و سوزن بدوزن و این نمونه ای از جنایت های دوران استبداد بود. اون به اتهام توهین به خانواده سلطنتی دستگیر شد و به زندان افتاد و سرانجام در 25 مهر ماه سال 1318 شمسی به دستور رضا شاه در زندان شهربانی به وسیله آمپول هوا کشته شد. فرخی هیچ وقت ازدواج نکرد و بدون فرزند از دنیا رفت. جهانگیرخان قشقایی. جهانگیرخان قشقایی در علوم عقلی به جایی رسید که آلمان وقت به شاگردیش مباهات می‌کردند. ایشون متخصص توی علوم فلسفه و فقه و اخلاق بودن و شعر میگفتن. ایشون در سال 1243 قمری توی خانواده تحصیل کرده به دنیا اومدن. ایشون فرزند محمد علی خان ایلخانی از بزرگان زادگان ایله قشقایی بودن. جهانگیر خان تا 40 سالگی مثل بقیه خانها اوقات خودشونو به تفریح و شکار میگذروندن. اما روزی گذرش به مدرسه چهارباغ میفت و توی ملاقات با یه درویش شوق تحصیل تو دلش شعله میکشه. جهانگیرخان در علوم عقلی به جایی میرسه که آلمان وقت به شاگردیش مباهات میکردن. اما در نهایت جهانگیرخان توی سن 85 سالگی در اثر بیماری توی اصفهان فوت میکنن و در تکیه ترک به خاک سپرده میشن. آثاری که از ایشون به جای مونده شرحی بر نهج البلاغه هستش. ایشون هیچ وقت ازدواج نکردن و همسری هم نداشتن. سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. ایشون پژوهشگر و نویسنده معاصر در سال 1300 شمسی توی شیراز به دنیا اومدن. تحصیلات مقدماتیشون رو تو مدارس علمیه تهران و مشهد شروع کردن و بعد از اون به تهران رفتن و توی دبیرستان دارویی تحصیلات خودشون رو از سر گرفتن. ایشون تا مقطع لیسانس ادامه تحصیل خودشون رو انجام دادن و بعد از اون تو سال 1329 به سوئیس میرن و تحصیلات خودشون رو تو رشته علوم سیاسی اجتماعی توی ژنو تکمیل میکنن. بعد از شهریور 1320 و سقوط رضا شاه، استاد انجوی به فعالیت‌های سیاسی روی میارن و از حدود سال 1322 فعالیت‌های مطبوعاتی خودشون رو آغاز میکنن. ایشون از 40 سالگی به کار گردآوری اسناد و حفظ و نگهداری روایات و میراث فرهنگی مردم میپردازن.
ایشون نهایتاً در شهریور سال 1372 در تهران درگذشتند و در گورستان ابن بابوی به خاک سپرده شدند. استاد انجوی هم هیچ وقت ازدواج نکردند، اما دوستان زیادی داشتند. یکی از مهمترین دوستان ایشون صادق هدایت بودند. علی اکبر دهخدا. دهخدا علاوه بر لغتنامه که در بیش از 50 جلد منتشر شده، کتاب امثال الحکم را نیز در کارنامه خودشون دارند. دهخدا غیر از زبان فارسی به عربی و فرانسوی هم تسلط داشتند. ایشون علاوه بر اینکه دانشمند و محقق بزرگی بودند، مبارز جدی و کوشایی هم تو انقلاب مشروطه به حساب می اومدن. دهخدا مبارزه را از راه نوشتن ادامه میداد و مطالب خودش را علیه رژیم قاجار توی روزنامه سور اسرافیل که از پرفروشترین اون زمان بود چاپ می کرد. علی اکبر دهخدا شاید به واسطه کار تحقیقی و پیگیری‌های مستمر اون و طولانی شدن کار لغتنامه‌اش بود که هیچ وقت ازدواج نکرد. میرزازاده عشقی، شاعر و روزنامه‌نگار معاصر. میرزازاده عشقی به دست عوامل رضا شاه کشته شد. عشقی مرد خوشمشرب بود. زن و فرزندی هم نداشت. ایشون با کمک‌های پدر و خانواده، یاران و آزادی‌خواهان و بالاخره از راه درآمد نمایش‌های خودشون گذران زندگی می‌کردن. ایشون در آخرین کابینه نخست وزیری حسن پیرنیا از وزارت کشور به ریاست شهرداری اصفهان انتخاب شدند، اما اونو هیچ وقت نپذیرفتن. تفکر سیاسی و زندگی پرتنش عشقی مانع از ازدواج ایشون شد. سهراب سپهری، شاعر و نقاش نامانشنای معاصر که در سال 1357 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و در سال 1358 برای درمان به انگلستان رفت. اما بیماری انقدر پیشرفت کرده بودش که سرانجام به ابدیت پیوستن. ایشون در طول زندگی 52 ساله خودشون هیچ وقت ازدواج نکردن. دلیل اینو شاید بتونیم تو احساسات رقیق سپهری و پیوستنش با طبیعت بدونیم. سپهری با توجه به روحیه شاعرانش بسیار درونگرا بود و در نهایت در سال 1359 از دنیا رفت. مهدی آذریزدی، نویسنده کودک و نوجوان. آذریزدی تو خانواده تازه مسلمون با اجداد زرتشتی زاده شد. اون هرگز ازدواج نکرد و هیچ وقت هم به کار دولتی مشغول نشد. در واقع تنها لذت زندگیش کتاب خوندن بود. معروفترین اثر ایشون مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب بود. آذریزدی جایزه یونسکو و نیز جایزه کتاب سال رو توی سال 1357 دریافت کرد. ایشون علاوه بر نویسندگی به غلطگیری و فهرست اعلام نویسی تو سالهای آخر زندگیش ادامه داد. اما هیچ وقت دلیل مجرد موندنش مشخص نشد. و در نهایت صادق هدایت، نویسنده کتاب بوف کور. هدایت هیچ وقت به طور رسمی ازدواج نکرد و در سال 1331 دست به خودکشی زد. ایشون در جوانی با دختری دوست بودن. اونا تو پاریس با هم آشنا شده بودن. اما با خیانت این دختر به هدایت، طعم گس خودکشی رو برای اولین بار به این نویسنده چشوند. اون زمان هدایت خودشو توی رودخونه که از زیر برج ایفل رد می شد انداخت. همین تجربه هم باعث شدش که نگاه هدایت به زنان تغییر بکنه. چنانچه که تو داستان زنی که مردش رو گم کرده، این نگاه بدبینانه به چشم می خوره. شاید یکی از دلایلی که هدایت تا آخر عمرش مجرد موند همین تجربه بود. حالا شما به ما بگید چه مشاهیر دیگه ای رو میشناسید که مجرد بودن؟ حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. و اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم به عضویتتون از ما و فعالیت کانال حمایت کنید.